در ادامه به بررسی مزایا و معایب برنامه‌های تحت ویندوز و همچنین برنامه‌های تحت وب می‌پردازیم. به این ترتیب میتونید تشخیص بدید که در چه مواقعی باید از برنامه‌های تحت ویندوز و در چه مواقعی باید از برنامه‌های تحت وب استفاده کنید. در اغلب موارد قبل از نوشتن یک برنامه باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید از برنامه‌های مبتنی بر وب استفاده کنید و یا برنامه‌های تحت ویندوز را به کار ببرید. بنابراین بهتر قبل از هر چیز درک درستی در مورد مزایا و همچنین معایب این دو نوع برنامه به دست بیارید تا بدونید که در چه شرایطی باید از برنامه‌های تحت وب و در چه شرایطی باید از برنامه‌های تحت ویندوز استفاده کنید.